من چند وقت پیش یه ویدیو ساختم و آموزش دادم که چطوری RPM کانال یوتیوبتون رو افزایش بدین. یکی از راه‌هایی که برای افزایش RPM گفتم استفاده از گوگل کیورد پلانر بود برای پیدا کردن کلمات کلیدی. کلمات کلیدی که رقابت توش زیاده و شرکت‌ها حاضرن برای تبلیغشون روی اون کلمات به خصوص هزینه بیشتری پرداخت کنن. و در نتیجه اگه شما از این کلمات به درستی استفاده کنید میتونه درآمد کانالتون رو افزایش بده. اما خیلی از بچه‌ها گفتن که نمیتونن به کیورد پلانر گوگل دسترسی پیدا کنن و نیاز به پرداخت هزینه داره. من از دیروز کلی سرچ کردم، کل نت رو زیر و رو کردم، چه فارسی چه انگلیسی، ولی هیچی پیدا نکردم. به واقع هیچ کسی در این مورد صحبت نکرده و ظاهرا راهی پیدا نکردن دیگه. به خاطر آپدیت های گوگل ادز در واقع به این شکل بود که ما میتونستیم با زدن روی دکمه اکسپرت مود بدون پرداخت هزینه به این بخش دسترسی پیدا کنیم. اما دوباره بعد از آپدیت های جدید که گوگل داد، چون طبق معمول عادتشه که چیزایی که خراب نیست رو بیاد خراب کنه، اینجوری دیگه این دکمه هم در دسترس نیست و هیچ کسی دیگه پیدا نمیکنه و راهی پیدا نکرده که بتونه به این بخش گوگل ادز دسترسی پیدا کنه. تنها چیزی که پیدا کردم یه ویدیو بود از یه نفر که تنها راه حلی بود که در واقع پیدا کرده بود. اونم این مشکل رو اینجوری حل میکرد که چندین بار وارد این اکانت میشد، هی دوباره حذف میکرد و توی چندمین بار تونسته بود که این کار رو انجام بده و اون بخش پرداخت رو رد کنه. گرچه که خیلی به نظر غیر منطقی میاد، ولی خب بعضیا توی کامنت نوشته بودن که تونستن این کارو بکنن. پس منم این کارو انجام دادم، اما خب بعد چند بار خسته شدم دیگه، گفتم که این که راهش نیست. تا اینکه بالاخره به یه لینکی رسیدم. اما اجازه بدید من دونه دونه تمام مراحلو بگم که چجوری باید توی گوگل از اکانت بسازید و به این بخش دسترسی پیدا کنید. این مرورگر منه. همونجوری که میبینید به صورت گست یا میهمان وارد شدم و هیچ اکانت جیمیلی هم روی این مرورگر نیست. من میام گوگل ادز رو سرچ میکنم، بعد روی اولین گزینه یعنی گوگل ادز میزنم. حالا باید ساین این کنم، روی این دکمه گوشه بالا سمت راست کلیک میکنم، اینجا جیمیل خودم رو وارد میکنم. حالا میفرسته من رو به این صفحه، میزنم نیو گوگل ادز اکانت. میگه میخوای کمپین تبلیغاتی برای خودت بسازی؟ میگم نه، چون قصدش رو ندارم. روی اسکیپ کمپین کریشن میزنم. اینجا از من یه سری اصطلاحات در مورد کشور و پرداخت میپرسه که شما اهمیتی ندین، چون ما قرار نیست پرداختی برای تبلیغات داشته باشیم. روی کانتینیو میزنم. من میفرسته به این صفحه، همون چیزی که گفتم بچه‌ها ازش گله دارن. اینجا به من میگه که باید یه پیمنت متد انتخاب کنی، ولی من نمیخوام پرداخت انجام بدم. حتی اگر روی نو بزنم و سابمیتو بزنم، اولا از من یه سری اطلاعات میخواد. حالا من این استریت و اینا رو میتونم از اینترنت پیدا کنم، ولی در نهایت به من اجازه نمیده من از این صفحه عبور کنم و به من میگه باید این پرداخت رو انجام بدی. حالا من چیکار کردم؟ اون لینکی که گفتم بهتون، میام وارد این لینک میشم، منیجر اکانت گوگل ادز. از همینجا تو این صفحه روی گو تو منیجر اکانت میزنم، بعد اینجا یه دیسپلی نیم انتخاب میکنم، من میذارم یوتیوبر کده، منیج مای اکانت، اینم تیکش رو فعال میکنم و سابمیت. تموم شد. حالا روی اکسپلور یور اکانت بزنید و حالا وارد اون بخش دلخواهتون شدین. این موفقیت واقعا جشن گرفتنیه، چون گفتم اصلا تو اینترنت هیچ کسی دربارش صحبت نکرده. بچه این صفحه خیلی پیچیده است، کلی گزینه‌های مختلف داره، ولی ما با هیچ کدومشون کار نداریم در حال حاضر. وارد بخش تولز پلنینگ کیورد پلنر بشین. اینو بزنید بره، اینم روی این کلیک کنید و تموم شد. حالا اینجا باز زدن روی Discover New Keyword، شما میتونید کلمات کلیدی مرتبط به موضوع خودتون رو پیدا کنید و ببینید رقابت توی کدومشون بیشتره و کدومشون مبلغ بیشتری بابت تبلیغات پرداخت میکنن. حالا اگه دوست دارین ببینید چجوری از این بخش باید استفاده کنید، این ویدیو رو تماشا کنید.